خبری از قاره آفریقا خبرگزاری فرانسه در گزارشی به دشمنی سنی های تون رو و گروه های سلفی نیجریه با شیعیان این کشور پرداخته است به گزارش خبرگزاری فرانسه عربستان اصولاً به هر گروهی که به شیعیان حمله کند کمک می کند و به هر کاری دست میزند تا شیعیان را در نیجریه و دیگر کشورها سرکوب سازد یکی از اصلی ترین ابزارهای عربستان و وهابیت در نیجریه گروهی موسوم به ازاله است این گروه به اجتماع شیعیان در روز آشورا در شهر کادونا حمله کردند و ضمن تخریب ساختمان های شیعیان منازل آنان را غارت کردند. رهبر این سلفی ها عبدالله بالالاو نام دارد و معتقد است قانون اساسی نیجریه تنها سنی نیجریه را مسلمان می داند. بر اساس این گزارش بالالاو با مقامات عربستان و دولت نیجریه روابطی نزدیک دارد و در تلویزیون خود نیز اعتقادات و خواستگاه های سلفی ها را رواج می دهد و سنی های تندرو را علیه شیعیان نیجریه تحییج می کند. بنابر گزارش های رسیده گروه ازاله همه امکانات و پول خود را از عربستان دریافت می کند و توانسته با همین پول ها مدارس و مساجد سلفی بسیاری در سرتاسر سر نیجریه بسازد.